بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاۃ علی اهلها عرض سلام و ادب دارم خدمت شاگردای نازنین و دوست داشتنی صنف هفتم شاگردای عزیز شما را خوش آمدید میگیم به ادامه درس سالس اشر یعنی درس سیزده هم، آداب زیافه در رابطه با آداب مهمانی بود و امروز شاگردای عزیز دقت شما را میخواهیم به بخش حل تمرینات ای درس دقت کنید شاگرد های عزیز این تمرینات برا... تمرینات برای شما توضیح میدیم و شما حتما ممارست و تمرین در خانه داشته باشید التدریب الاول تمرین اول عجب اما یاتی میگه جواب بدهید از سوال های زید سوال اول ماذا تفعل اذا جاء زیفو زمانی که مهمانتان بیاید ازا جا از زیفو زمانی که مهمان بیاین یا مهمان شما بیاین مازا تفل شما چه کار میکنید؟ ما دمتن خاندیم که ارحب و به یعنی ما از مهمان خود استقبال میکنیم و یقول و اهلا و سهلا و برایش خوش آمدید میگویم دوم حل نت رو که یجلس و وحده میگه آیا شما مهمان را به تنهایی میگذارین لا نخیر این کار را نمی کنیم بخاطر که مهمان خوب اینجا دق نشون و جواب شد از متن بیاریم سوم اذکر اثنین من آداب زیافه میگه دو مورد از آداب زیافت را شاگردای از شما ذکر کنید و دو موردی بود یکی که آدرس خانه تان را بدید و یکی که زمانی که مثلا مهمان به خانه شما میایه نزدیش استقبال کنید و خوش بگید چهارم میگه ما از سیح و ازا لم نجلس مع این را دیگه خودتان شاگرد عزیز جوابش را پیدا کنید میگه ماز از سیح چی حادث میشه زمانی که ما همراه مهمان در خانه ننشنیم یعنی مهمان را در خانه بگذاریم تنها جوابش را خودتان پیدا کنید این تمرین اول بود رسیدیم بعد تمرین دوم تمرین دوم شاگرد عزیز برعکس تمرین اول در تمرین اول ما جواب می آوردیم الان سوال طرح میکنیم شما جواب را نقل نکنید سوال را طرح کنید شاگرد عزیز خب یک نقلم داده برای ما و شما که از کلمه لمازا کیفا مازا و متا میگه بگذارید سوال را برای جواب های ذیل به استعمال استفاده کنید از کلمه لمازا یعنی به خاطر چی چی کیفا از چگونگی مازا یعنی چرا چی چیز متا چی وقت پس ما و شما اگر سوال طرح کنیم ما باید سوال را اینجا با استفاده از این کلمات سوالیت طرح کنیم اول مثلا ما بگیم که جواب میگه اوت او صدیق کی تناول الافطار معی میگه دوستان را دعوت کنید تا همراه شما غذا بخورن خب پس ما از کدام کلمه استفاده میکنیم از لمازا میگه لمازا ید او صدیق که سوال دیدین میگه لمازا ید او صدیق که یعنی چطور چرا به خاطر چی دوستان را دعوت کردی جوابش اینجا ای شاگرد عزیز برای شما معنا کرد دوم میگن اکتب عنوان بیت واضحا خب کلمه واضح آمده شاگرد عزیز ما شما از کدام عبارت استفاده کنیم از کیفه یعنی کیفه یک تو به عنوان بیت که سواله کیفه یک تو به عنوان بیت که عنوان بیت را چگونه می نویسی ما شما میگیم که واضحا علی رساله یعنی عنوان خان... آدرس خانه خود را بسیار واضح می سوم میگه اخذر و لز اخذر و لزیفه لز ما قبل و پیش از که ما برای تعام بیاریم برای مهمان آب میاریم که دست خود بشه پس ما از مازا استفاده میکنیم میگه مازا اخذر چی حاضر منی قبل از تعام پس ما آب حاضر میکنیم اینجا خب آخرین مورد شاگرد عزیز از متا استفاده میکنیم میگه متا یک فو عن الطعام چی وقت دست خود از تعام برمیگردنی خب میگه یک تا عن الطعام یک یکفو ضعیف عنه زمانی که مهمان ما کنار دسترخان دست خود بکشد او زمان ما دست خود میکشیم خب این بود دو تمرین شاگردای عزیز امیدوارم دقت کرده باشید تمرین سوم میگه وصل کنید کلمات را در ستون علیف به ضدش در ستون ب شما ببینید دو تا ستونه اعتی عطا کردن زدش یعنی خوز گرفتن یحزور یعنی حاضر کردن زدش یعنی یغیب غیر کردن به قبله و بعده تقوم و تجلس تقوم استادشان تجلسه نشستن یفره و یحزن یفره و خوشحالی یحزن غمگین و یتوقف و یسیر و استاده شدن و سیر کردن اینا زده هم رسیدیم شاگرده ایزیز به تمرینی رابع یعنی تمرینی چهارم <تصفح> تمرینی چهارم شاگرده زیست شما باید خانه خالی را پر کنید میگه امل الفراغ پر کنید خانه خالی را به حرف مناسب من حروف الاطیه به یک حرفی از حروف مناسب زیل که ان باشه، لن باشه، کی باشه، لکی باشه این چهار حرف که بالای فعل مزاره می آید قبلا دمتن برای شما توضیح دادیم اینجا دقت کنید میگه و ان کلمه ان می اینجا من میخواهیم که تنا ان اتناوله این غذا بخوریم فردا مع اسرتی همراه همس... خانواده ای خود دوم میگه کلمه لن میایه لی ارجع, ارجع... ارجع ال البیت متاخرن میگه لن ارجع یعنی هیچ وقت نا وقت به خانه نیایی همیشه وقت هم سری وقت بیایی ادخل الغرفه کلمه کی لکی میایه تا اینه که از طریق قلیلن ما داخل و تا اینه که یک مقدار استراحت کنیم احب و و ان اتعلم اللغه العربیه ما دوست داریم که زبان و ادبیات عربی را یاد بگیریم این بود رسیدم ده پنجوم. تمرین چهارم رسیدیم در تمرین پنجم تمرین پنجم شاگرد عزیز جدول دقت کنید مگه امل الجدول کما فی المثال جدول را پر کنید مثل مثال مثال دقت کنید فعل مزاره ای که منصوبه یادتان باشه که تمام حرف ماده ای تمرین همو حروف ناسبه ای انو لنو کیو ازن. خب این ردیف فعل ببینید نفهمه رو ما برای شما کار میکنیم و بقیهش رو خودتون کار کنیم نفهمه این فعل خب آخرش منصوب نیست بلکه مرفوع نفهمه وقتی که ان بیایه ان نفهمه میشه لن بیا لن نفهمه میشه یعنی هرگز نفهمیدیم کی نفهمه یعنی به خاطر که بفهمیم ازن نفهمه در این هنگام بفهمیم حتی نفهمه تا اینی که بفهمیم مثل یعنی می مثال شاگردان عزیز شما یعملو یلتزمو یفتخرو یحتمو که همهش فعلا اینا فعل مزاره شاگردای عزیز اینا رو شما مثل کلمه نفهمو کار کنید خب شاگردای عزیز ای بود تمرین پنجم رسیدیم در تمرین ششم تمرین ششم میگن اقرا الطالیه جمل طالیه اقرا الجمل الطالیه ملاحظا اسلوب نهی میگه کلمات زن را بخوانید و ملاحظه و توجه کنید دقت کنید اسلوب نهی یعنی رویش نهی را کلمات یعنی جمله من نهی ما جمله منفی یا جمله نه ما که لای ناهیه دارن اینا رو دقت کنید تعبیر لا البته لا تترک و وحده ببینید این جمله جمله ناهیه میگه نهی میکنه میگه به تنهایی ننشینی لا تقوم عن المائده بسرعت از دسترخوان به سرعت پس بس ننشین لا تقولوا اکثر من اللازم خب زیادتر از یک سیر کردی اکثر از لازم نخور یعنی پرخوری نکن لا تجلس مع الفساق همراه آدم این فساق هیچ وقت جلسه و معاوده نداشته باشین شاگرد عزیز اینی بود اسلوب نهی حالا با توجه به این تمرینی که ما خواندیم حالا سه تا جمله یا چهار جمله دیگر رو خودتان بسازید میگه اکتب اربع جمله فی کل من همه نهی میگه شما چهار جمله بسازید که در هر یکی از این جمله نهی باشه مثلا یک جمله رو میگیم ما میگیم مثلا میگیم لا لا تجلس مع الاصدقاء سو میگه با دوستان بد یک وقت هم نشینی نداشته باشه دوم مثلا میگیم لا تترک الصلاه یعنی نماز خود را ترک نکنید یا مثلا سوم میگیم لا اوقات که یعنی اوقات خود را ضایع نکن همینطور طور شاگردان ادامه بده خب این بود تمرین هفتم که در دو تمرین یعنی هفتم و ششم ما اسلوب نهی را یاد گرفتیم شاگرد عزیز حالا رسیدیم در تمرین سامین تمرین هشتم یعنی ذخیره لغویه ذخیره لغات دقت کنید شاگرد عزیز ذخیره لغات زمیل زمیل چی میگه شاگرد عزیز؟ یعنی همسینفا رو میگه زمیل ما از اول درس تا به حال در حل تمرینات در محاوراتی که در درس خوندیم خواندیم کلمه زمیل بارها بارها تکرار شده شاگرده عزیز زمیل یا زمیلی که همسینفی تان زملاء جمعش میشه پس زمیل شاگردای عزیز همسینفی و امو رفیق و همنشینی سنفی شماره میگه قدا اصطلاح شاگرد عزیز غدا یعنی غذای چاشته میگه غدن یا غدا غذای چاشته میگه فطور خب صبحانه رو میگه بازم اینا اصطلاح هست فطور یعنی سبحانه رو میگه ایشا شاگرد عزیز چی میگه؟ غذای شب میگه شاگرد های بازم این ایشا یعنی اصطلاح هست غذای شب میگه افتار خوردن یا میل کردن میگه خب فطور غذای صبحانه افطار میل کردنی غذا را میگه که این هم بادم خودش یک اصلاح سمر سمر چیه شاگرد سمر به سین البته نه به سی سه نقطه سمر به سین یا به غیر سی سه نقطه به معنای قصه گفتنه به معنای افسانه گفتن که در دوران قدیم بزرگان و پدران برای که شبهای طولانی زمستان را سپری کنند با هم قصه می گفتند سمر می گفتند افسانه می گفتند البته تا زمانی که فضای مجازی موجود نبود الان دیگه این فرصت برای ما شما نیست موقف استادگار میگه شاگرد عزیز موقف یعنی استادگار میگه غرفت الزیوف زیوف چرا میگه؟ غرفت الزیوف یعنی اتاق مهمان میگه یا به اصطلاح ما شما اما مهمان خانه را غرفت و زیوف میگه خب نکته ای که در پایین آمده یک حدیث آورده شده بایست این حدیث هم برای شما یک اشاره کنیم میگه من کان یؤمن بالله و بالیوم الاخر فلیکرم زیف میگه کسی که ایمانی به خدا داره ایمانی به روز قیامت داره فلیکرم زیف همیشه وقت مهمان خدا کرامی میکنه همی که میگه مهمان عزیز خداست یعنی برگرفته از همین حدیث یعنی کسی که ایمانی به خدا و روز قیامت داره مهمان خدا اکرام میکنه اینی بود شاگردای عزیز درس امروز ما و شما تا درس بعدی و تا جلسه بعدی شما را به خدای بزرگ میسپاریم موفق و معید باشن